بحث بر سر ماندن در برجام یا خروج از اون در صورت خارج شدن آمریکا از برجام در رسانه‌های هر دو باند همچنان ادامه داره. مهرها و رسانه‌های باند روحانی تهدیدات و خطر خروج از برجام و پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون رو برجسته می‌کنند و مهرها و رسانه‌های باند خامنه‌ای هم روی بیفایدگی برجام و مسیر ذلت‌بار موندن در برجام تاکید می‌کنند. اما هیچ کدوم نمی‌تونن روی فواید راه پیشنهادی خودشون دست بگذارن. نتیجه این که بلا تکلیفی و معطلی همچنان رژیم رو به لحاظ سیاسی در حالت قفل و در حالت فلج نگه داشته. و جالب اینه که کیهان خامنه‌ای در شماره امروز خودش ضمن اشاره به آثار و عواقب منفی این بلا تکلیفی روحانی رو مسئول اون دونسته و روحانی رو در این رابطه به باد حمله گرفته. نکته دیگر این که مشارکت اروپا در حمله به تأسیسات شیمیایی سوریه هم آخرین امیدهای رژیم در مورد شکاف بین آمریکا و اروپا رو و به اصطلاح همراه کردن اروپا رو با رژیم به باد داده. گزیده ای از خبرهای مربوط به این جریان رو میبینید. سایت حکومتی اعتماد آنلاین 29 فروردین. هشدار جلایی پور نسبت به آینده سیاست داخلی و خارجی ایران. بعید است برجام فرو بریزد، ولی از آن مهمتر و خطیرتر تحریم هاست که به صورت نوشته و نانوشته دارد تشدید می شود. و به قول روزنامه نگاران، به جای اینکه برجام برود، این اقتصاد ایران است که دارد می رود. رونق پایدار اقتصادی فقط راه حل اقتصادی ندارد و به راه حل اساسی سیاسی، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی نیاز دارد. آخوند فاضل میبودی 29 فروردین. یکی از مشکلات کشور ما تک صدایی است، یعنی هر گروهی که به حکومت میرسد میخواهد صدای او بیشتر باشد، که اینجا مشکل پیدا میشود. اکنون باید به هر روشی که شده با منطق گفتگو و مذاکره با دنیا سعی کنیم برجام شکست نخورد و کسی از برجام خارج نشود. راهی هم جز گفتگو نداریم. نمی توانیم به جنگیم. با منطق موشک هیچ چیزی حل نمی شود، بلکه فقط با منطق گفتگو مشکلات قابل حل است. کیهان خامنه ای 29 فروردین. برجام فاجعه است، با آمریکا یا بدون آمریکا. رویکرد غلط دولت در خصوص احتمال اجرای برجام بدون آمریکا در حالی است که اکنون مسئله اصل برجام است، نه برجام با آمریکا یا بدون آمریکا. برجام اکنون نقش متعفنی است که جز سرخوردگی برای یک ملت و گستاخی دشمن هیچ عاید دیگری برای ما نداشت.